ما احتیاج نداریم. اگه شما میخواین مملکتتون آزاد شه، بشینین دوره هم بررسی کنین، به من بگین که کشتن 10 تا آخوند آسونتر از اینه که ما پامونه بذاریم تو خیابون؟ نیست یه همچی چیزی. ضمن این که به این آسونی نگیرین، یک دنیا برای عقاب ایران کار داره که ما دنیا رو آماده کنیم تا شما بتونی چهارشنبه مانند پاتو بذاری تو خیابون. یادتون نره که من چی گفتم. به این طریق با این کیفیت که شما همش به فکر رفتن تو دار و دسته انقلاب هستین، اونو واقعا ما پشتیبانی نباید بکنیم. این نبایدش به دلیل اینکه احتیاج نداریم. من پیشنهاد بهتون نمی کنم. دوباره میگم عقاب ایران به شما پیشنهاد نمی کنه، ولی شما تو مملکت اختیار خودتو داری. اون تویی که 1,000,000 برابر بیشتر از من زرج کشیدی. اگه هر کاری دل خودت میخواد به خاطر خودت، برو هر کاری دلت میخواد بکن، ولی به اسم ما در نکن. عقاب ایران صحیح نیست که در یه گرفتاری که احتیاج بهش نداره درگیر بشه. یادمون باید باشه از ترفندهای آخوندی یادمون نره. من یه دور دیگه اینو گفتم، وحشت من از اینه که آخونده که میدونه الان ما کجا هستیم، قضیه کجاست، یهو یادش بیفته بیاد به دختر خانوما، حالا وقت چون ممکنه کم باشه یه خورده سریعتر صحبت کنم، بیاد به دخترها بگه ما چون فهمیدیم که شما دخترها ایرانی بسیار نجیب و با طهارت هستین، در نتیجه شرافتن تو وجودتون نجابت داشته باشین، ولی اگه نمیخوانین دستمال و سرتون کنه چادر، اون عب نداره، ما ممکنه زندگیمون از دست بدیم. عقاب ایران، یعنی شما اینقدر زحمت کشیدین که به 2,000 به یه قرون به 2 تا یه تومنی دارین راضی میشین. ترفندهای آخوندی فراموشتون نشه. سرنگونی این جمهوری اسلامی حتمیه. این فواره است که انقدر سربلند شده که باید سرنگون بشه، و سرنگون میشود از حرکات خودشون بفهمین، از اونایی که براتون توضیح دادن بفهمین که چه جور دست پاچه شدن، به هر کاری دارن دست میزنن که یه 2 روز دیگه زنده بمونن. جنگ بین یه ربع شجاعت و ترس، این اونیست که شما دارین منتظرش میشین. 22 بهمن رو یادمون نره. اونا که ساختن بهرهشو بردن، تمام زجر و شکنجه و بیچارگیش مال من و شما بود. تا یادم نرفته قبل از اینکه این برنامه رو تموم بکنم چند تا پیام رو براتون بدم. محمد صادقی 35 ساله هفته گذشته زیر شکنجه مرد، زیر شکنجه مرد. اعدام های پشت سر همو که یادتون میاد. امیر از خوزستان و یارانش، از ارتباطتون خیلی ممنونیم، ارتباطتون رو با ما بیشتر کنین. ساناز از کانادا، تماس با دوستانتون رو در ایران در تهران مجددا پیگیری کنین. عبدالمالک ریگی اگه یادتون باشه، نزدیک 1 ماه پیش 14 تا سرباز رو کشت، به جمهوری اسلامی خبر داد که 14 تا سرباز رو کشتن، بیان جسداشون رو ببرین. جمهوری اسلامی که خب حقش نره، شما پدر مادرها شما کجایی؟ یا آخونده، معذرت میخوام لغت بد ترکیبه، یا آخونده شپشو میمیره، خط میذارن و تعطیل میکنن و پرچم و نصفشو میارن پایین و نصفشو میبرن بالا، ولی 14 تا سرباز که به هر طریق لباس سربازی تنش بوده واسه مملکت میخواسته به جنگه، اینا رو میکشن، خبر میدن بیاین ببرین، اصلا کک کسی نمیگزه، انگار نه انگار که یه همچین چیزی رو شنیدم. همونجور که براتون گفتم، آخرین جلسه ای که دفعه پیش براتون صحبت کردم به این بر، مقدار بسیار سنگین و زیادی در مورد این دروغی که خامنه ای گفته بود از ما خواستن که هر دفعه اینو بذاریم. اینو ببخشین چیز قشنگی نیست که بخوام باز هر دفعه بذاریم،
شاید دو ما دیگه یه دور دیگه گذاشتیم که بدونید چی هست، به کجا هست و به کجا میره. همه هموطنهای شما در داخل امریکا واقعا دلشون برای شما میسوزه. همه به صورت دسته و نفر دارن هرچی از دستشون برمیاد بکن میکنن برای شما و عقاب ایران هم یکی از اوناست. البته ما تنها سازمانی هستیم که الان در منزل شما لابلای شما هستیم. ما زحمت کشیدیم برای شما، طبق دستور شما برنامه ریزی براتون کردیم. این آماده است. الان که برنامه من تموم میشه شما یه خودی با هم صحبت کنین، بررسی کنین اینا که من براتون گفتم. اگه دیدین که به نتیجه صحیح رسیدین روش فکر کنین. ما هنوز یه مقداری وقت داریم. ما تا اعتماد پیدا نکنیم که شما آماده 10 دقیقه جسارت در مقابل 30 سال گذشته و 30 سال آینده هستید، این کار رو نمی کنیم. ولی یادتون نره اون لحظه که این کار رو بکنیم، صحبت یا مرگ 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 یا استقلال 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 خواهد بود. از این بدتر و زشتر نداریم که یه مشت آخوند نعلین به پا، بی سواد، بی شعور، احمق، نفهم اینا بشه همه کاره من و تو، بیشینه رو صندلی اون مزخرفاتی رو که گوش دادین. وقت من تموم شده. دست به دست هم بدین با هم دیگه و زیر پرچم پر افتخار، زیر پرچم پر افتخار شیر و خورشید نشانمون همه به ایران برگردیم.